مردم که تحت تأثیر حکومت نظامی و کشتار مردم اصفهان و واقعی سینما رکس آبادان بودند، راهپیمایی های گسترده تری انجام دادند. در تپه های قیطریه مردم تهران به امامت آیت الله مفتح نماز عید را برگزار کردند. نماز عید فطر هر سال توسط امام جمعه تهران یک شخص وابسته به دربار اقامه می شد. سلام علی محمد خاتم النبیین و علی ائمه المعصومین من الان الی قیام یوم الدین. امسال اما برگزاری این نماز توسط یک روحانی انقلابی و از شاگردان امام خمینی خبر از تحولی جدید می داد. یعنی برای انتقال اون نوع حکومت رژیم شاهنشاهی، رژیم سلطنت، به رژیم جمهوری اسلامی که خواسته مردم هست، طبعا یه دوره انتقالی لازم. بعد از نماز راهپیمایی آرام و مسالمت آمیز انجام شد. تهران تظاهراتی به این وسعت ندیده بود. گفته می شود که شاه در یک هلیکوپتر شاهد راهپیمایی عظیم مردم بود. 13 شهریور صبح روز عید فطر، مردم دسته دسته و گروه گروه از طریق جاده قدیم شمیران به طرف قیطریه در حرکت. تعداد جمعیت قابل شمارش و حدس نیست. زنان و دختران جوان پیشا پیش جمعیت در حرکتند و زینب‌وار فریاد آزادی و سربلندی برداشتند. آیت الله بهشتی از سران انقلاب خواستار ادامه یافتن راهپیمایی های مسالمت آمیز شد. ملت پاسخی دندان شکن به یاوگویان رژیم داد و تظاهرات 16 شهریور را با عظمتی بیشتر تدارک دید. روز 16 شهریور سیل جمعیت تهران را به کام کشید و دنیا را شگفت زده متوجه ملتی به پا خواسته و به حرکت آمده نمود. روز 16 شهریور جمعیت روزهای قبل به سمت میدان شهیاد راهپیمایی کردند و قرار گذاشتند فردا هم مجدداً به خیابان بیایند. هفدهم شهریور 1357 دولت وقت اعلام حکومت نظامی می کند و ساعت 6 صبح بیانیه حکومت نظامی در رادیو خوانده شد. فرماندار نظامی تهران و حومه اعلامیه شماره 1 خود را به این شهر منتشر کرد. دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام نموده و این جانب به سمت فرماندار نظامی تهران و حومه منصوب گردیدم. معلوم نبود چند نفر از وضع حکومت نظامی خبردار شده باشند. مردم به خیابان‌ها رفتند و دیدند تانک‌ها و ماشین‌های نظامی به خیابان‌ها آمدند. شدیدترین درگیری در میدان ژاله، محله‌ای که ساکنینش بازاریان شرق تهران بودند، اتفاق افتاد. هلیکوپترهای نظامی کوهی از اجساد متلاشی شده بر جای گذاشتند. چیزی شبیه به جوخه اعدام دست جمعی مردم بود. به نقل از نشریات خارج از کشور، 4000 نفر در آن روز کشته شدند. وقتی من نشستم، 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 وقتی من نشست